There are people who seem fascinated at what they do. Some call them gifted. They say these people have a natural talent, but is everything talent? I think these people have something in their heart called love and passion, which is the driving force behind their accomplishments. When you realize what you love and do all that you can to get it, then that's surely a recipe for success. From these talented people, today we're going to meet two. Masume and Akram, who are very different from each other but with many similarities. And this is Akram Amin Mohammadi, the only Iranian female snooker player who's received a medal in Asian competitions. همه تصورشون کسایی که بیلیارد رو تجربه نکردن اینه که یه جورایی تفریحه ولی وقتی به صورت حرفه‌ای میشه خب دیگه از اون حالت در میاد و من یه سری آسیبا دیدم توی این رشته و به هر کسی هم که میگیم که مثلا ما آسیب دیدیم میگم اگه بیلیارد آسیب داره بیلیارد یه ورزشیه که خودتی خودت اصلا این نیست که بخوای آنالیز کنی که مثلا طرف اینجا حمله میکنه شما اگه فرصت داشته باشی رو میز بتونی از فرصت استفاده کنی مدیریت کنی رو خودت رو ذهنت رو عضلاتت میتونی ادامه بدی طرف نشسته کاری از دستش برمونه و اینکه اگه فرصت ها رو از دست بدی دیگه کارش نمیشه کرد یعنی بازیه که داری فقط با خودت با میز انجام میدی نه با حریفت Akram told us that back in 2008, she had a trip to Kish Island where she went diving. During her stay there, she had a go at playing snooker for the first time and got interested. 2 years later, she started a snooker club for women in Karaj, and that was the beginning of the story. Salam alaikum. How are you? اینکه بانوانمون بتونن تو این قسمت پیشرفت کنن اینکه میبینم خانمای زیادی بیلیاردو میشناسن با این رشته آشنا چون واقعا بازی جذابیه و همیشه من میگم حیفه که خیلی از خانمای ما نمیدونن خیلی از مردم ما نمیدونن لذتی که بازی کردن بیلیارد هست و نمیتونن توی چیز دیگه تجربه کنن یه بخش عمده دلیل این که من دارم آموزش میدم اینه دوست دارم که خانمای بیشتری با این رشته آشنا بشن و یه بخشش هم که مسائل مالیه چون تنها درآمد من الان از همین راه من خیلی جا آموزش رایگان داشتم همین الان هم تو باشگاه یه کسی ازم کمک بخواد نه نمیگم یا در مورد شاگردان به این فکر کنم که خب من الان به یاد بدم بعدها بهتر از من میشه اتفاقا برعکسه من زمانی که احساس کنم که یه کسی داره پیشرفت میکنه خیلی برای من لذت بخشه انگار من پیشرفت کردم Akram exercises for almost 7 hours a day. She follows a strict diet plan and a lifestyle that's quite tough and based on discipline. من هر کاری که میکنم تقریبا تو راستای همین هدفمه حالا مطالعه دارم یا تمرینات بدنسازی دارم یعنی همه چی تو این راستاست و فکر میکنم حتی اگه از نظر روانی هم رو خودم کار کنم از نظر شخصیتی همش به خاطر اینکه تو بیلیارد بهتر شم چون شخصیتمون، ذهنمون، همه سبک زندگیمون همش دوباره توی حرفه‌ای شدن بستگی داره هر تلاشی میکنم همین قسمته مسابقات جهانی توی مصر بود 2 سال پیش که من یه بازی رو حتما باید 3-0 می‌بردم که از گروه بتونم بیام بالا و قشنگ یادمه تو راهرو که بودم داشتم می‌رفتم سمت سالن مربیم گفتن که ایشالله سری بعد این سری اشکال نداره یعنی امیدی نداشتن که من این بازیکن رو بتونم ببرم 3-0 یعنی نباید فرار می‌دادم من رفتم اون بازی رو 3-0 بردم و یادمه که بازیکن بسیار خوبی هم هست هنگ کنگیه جمله‌ای که به من گفت یار فایتر گفت خیلی جنگی و واسش خیلی جالب بود که تونستم اون بازی رو ببرم یه تایمایی شده که بازی رو راحت باختم میتونستم بازی رو ببرم و نشده دقیقا این حس به هم دست داده یا خسته شدم از تمرینات ناامید شدم
ولی خب علاقه زیادم به بیلیارد همیشه باعث میشه که رو به جلو برم. این اتفاق خیلی کوتاه و چند وقت یه بار میفته. Now we can also picture these two becoming champions and receiving medals in Olympic Games. A true image, an outstanding experience that I am sure we all enjoy.